سلام دوستان عزیز و کانال ما خوش آمدین امروز تر زهی قروتی که یک غذای خوشمزه افغانی است و معمولاً در موسم زمستان این در افغانستان عزیز تیار میکنن و به حد خوشمزه است و یکی از غذاهایی که من خودم میره شخصا بسیار دوست دارم خدمتتون تقدیم میکنم واقعا این غذا رو من خوش دارم مواد لازمی است بسیار عادی ساده و چیزایی که در خانه شما یافت میشه مواد لازمه برای یک پیاله قروت یک پیاله ماست سه یا چهار پیاله آب روغن و نمک هست به ضرورت نانوی خشک مرچ سرخ هست به ضرورت که البته جوکوب و مرچ میده میباشه و همچنان یک عدد پیاز زرچوبه و مرچ تازه شما میتونید به جای مرچ خشک استفاده کنین و همچنان دهی طرز دهی از کشک که به قدیه های تیار یافت میشه استفاده شده و همچنان نان خشک و چارمغز چارمغز کاملا دلخواست اگر شما خوش دارین میتونید استفاده کنین کسایی که دارن متوجه باشند که از مغزیات استفاده نکنن شما میتونید از این که دو چهار با کار برده میشه استفاده نکنین برزی ترس دهی ماست و قروت و آب که آب سرد است البته فعلا ما یک جای مخلوط میکنم با یک مکسره که دستی رو به هم میزنیم تا خوب مخلوط شود. اگر دیدین که شما نمکی میپسندین کمک نیم قاشق نمک به اضافه کنین اگر نیم قروت خود شور است و اما نمک اندازش کافی است اگر دیدین کمک نمک ضرورت داره صرف کم نمک به اضافه کنین و همچنان به یک درس می میبینید که من در بسیار نمک اضافه میکنم و حال این به این شکل میگذاریم و میریم پیاز گلابی میکنیم که تیار باشه روغن داغ میکنیم و بعد روغن داغ شد به او پیاز که البته یک عدد پیاز بود رو خورد خورد کنیم به این شکل که ریزه شده رو سر بالای روغن کم سرخ میکنیم که رنگش طلایی شد حرارت خاموش میکنیم و رو کنار میگذاریم و پیاز کوشک کنید که رنگش زیاد تیز نکنید یعنی کاملا رنگش کمی زرد رنگ به شکل طلایی مایل باشه شما رو سرخ کنید و همچنان در همین زمان ما قرود بالای آتش میگذاریم تا قرود گرم شود در, در تصویر میبینید و همچنان بر از ما نان کار داریم نان افغانی را به ظرف میده, میده میده میکنیم توتام میکنیم همش آماده میگذاریم و بازی قرود گرم شد قرود هم یعنی زیاد باید داغ نشه جوش نخوره اگر جوش بخوره قرود خراب میشه صرف قرود به اندازه گرم میشه که به اندازه 80 فیصد نزدیک به جوش باشه تو حرارت خاموش کنید و بالای نان دوستان که تو داشت داشت شما یک قروت علاوه میکنیم و دور که می تصویر میبینید من آنها توتا توتا کردم و قروت که تقریبا 80 فیصد یعنی به جوش نزدیک بود قروت گرم شده قروتی اضافه میکنم برای نان ها البته اضافه میکنم و بهتر از آب که شما در استفاده میکنین آب قبلا جوش شده باشه کم سرد شده باشه و یا آب تصفیه شده باشه استفاده کنین و پیاز که قبلا گلابی کردیم هم به اماده میگذاریم و بازی قروت بالای نان انداختیم پیاز به اطرافش یا بالای زو پاش میدیم که امی خوشمزگی قروتی امرای پیاز است مساله ها را که بارد از نانای خشک البته مرچ خشک و نعنای خشک که از این که همراه نان تر شده اضافه میکنیم و پیاز که قبلا گلابی کرده بودیم و مادر گذاشته بودیم او رو هم بالایش اضافه میکنیم بر که شما خوش دارین رو میتونید دیزاین کنین یا مستقیم بالاش پاش بدین بالای از این حتما فراموش نکنین و به خاطر زی اینکه یه ای روغن روغن خورده میشه مخصوصا در افغانستان از روغن زرد استفاده میکنن روغن هم کم داغ میکنیم بالای که تر شده بالایو میریزیم کمک زرچوبه را هم به او سرخ میکنیم که بسیار خوشمزه و خوش رنگ می سازه. و یک مقدار پیاز خام هم برای مرش تازه هم می میتونید امروی زی سرف کنین به شکل شما دوست دارین میتونید سرف کنین چار مغز هم میتونید بلاش پاش بدین یا میده کنین و با شکل ثابت استفاده کنین بازم خدا کنین در سه مورد پسندتان قرار گرفته باشه اگر قرار گرفت لطفا لایک شیر سبسکرایب و کامنت فراموش نکنین دوست های زیز وقت خوش روزای خوش برتان میخوایم خدا کنه دلی موسم زمستان آمد هست شما هم قروتی نوشو جان کنین روز خوش دوست های عزیز.